سرخط خبرها. وزیر خارجه نروژ: سفر طالبان به اسلو به معنای به رسمیت شناختن رژیم آنها نیست. کابلوف: دور بعدی نشست تریویکا در کابل برگزار می شود. واشنگتن پست: طالبان در حال نابود کردن قوم ازبک از بیخ و ریشه در افغانستان هستند. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. وزیر امور خارجه نروژ میگوید که هیئت طالبان در ماه جنوری از نروژ بازدید کردند، اما این به معنای به رسمیت شناختن رژیم طالبان نیست. با گزارش اسپوتنیک، وزیر خارجه نروژ در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان حزب پیشرفت گفت که نمایندگان طالبان که هیئت آنها در ماه جنوری از نروژ بازدید کردند، می توانند از این سفر برای اهداف تبلیغاتی استفاده کنند، اما این به معنای به رسمیت شناختن رژیم طالبان نیست. هیئت طالبان از 23 تا 25 جنوری از اسلو بازدید کرد و در آنجا با سیاستمداران افغانستان، فعالان مدنی و همچنین با دیپلمات‌های نروژ و تعداد دیگر از کشورها گفتگو کردند. وزیر خارجه نروژ میگوید این خطر وجود دارد که طالبان تلاش کنند از این دیدار برای اهداف تبلیغاتی استفاده کنند، اما جامعه جهانی متفق القول است که برای به رسمیت شناختن رسمی دولت موقت طالبان در افغانستان خیلی زود است. با گفته او، نظام حکومت در افغانستان باید از نظر قومی و سیاسی فراگیر باشد. او همچنان تأکید کرد که طالبان باید تمایل خود را برای احترام به تعهدات حقوق بشری افغانستان، از جمله حق دختران و زنان برای تحصیل و کار در شرایط برابر، نشان دهند. علاوه بر این، طالبان باید اقدامات قانع کننده را برای جلوگیری از تبدیل شدن دوباره افغانستان به کانون تروریسم بین المللی نشان دهند. هویتفلد افزود جلسات با متحدان نروژ و کشورهای همپیمان مورد بحث قرار گرفته است. آنها علیه آن صحبت نکردند و ما موافقیم که این شامل گامهای برای به رسمیت شناختن نبوده و نمی باشد. علاوه بر این، او توضیح داد که هیچ یک از افرادی که از اسلو بازدید کردند در لیست بین المللی تحت تعقیب فعالیت‌های تروریستی قرار ندارند. کابلوف: دور بعدی نشست تریویکا در کابل برگزار می شود. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفت دور بعدی نشست تریویکای گسترش یافته در مورد افغانستان تا پایان ماه فوریه جاری در کابل برگزار خواهد شد. با گزارش اسپوتنیک، زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، مدیر بخش آسیایی وزارت امور خارجه روسیه، در صحبت با رسانه‌های کشورش گفته است که کشورهای شرکت کننده در تریویکای توسعه یافته روسیه، آمریکا، چین و پاکستان اکنون در حال هماهنگی تاریخ برگزاری دور بعدی مذاکرات قبل از پایان ماه فوریه در کابل هستند. کابلوف تصریح کرد: ما در حال هماهنگ کردن تاریخ برگزاری دور بعدی مذاکرات با شرکای خود در تریویکای توسعه یافته هستیم که تا پایان ماه فوریه در کابل برگزار خواهد شد. این دیپلمات روسی خاطر نشان کرده که طرف روسی توجه تریویکای توسعه یافته را نیز تکمیل روند صلح بین الافغانی و همچنین مشارکات جامعه بین المللی در بازسازی فراگیر پس از جنگ افغانستان متمرکز کرده است. نشست قبلی تریویکای توسعه یافته در 20 مقرب سال روان با میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شده بود. روسیه در کنار دیگر کشورهای جهان از طالبان می خواهد که رابطه خود را با گروه های تروریستی قطع کرده و شبه نظامیان اسلامگرای آسیای میانه را از افغانستان بیرون کند. طالبان تا کنون به درخواست چین، پاکستان و روسیه برای اخراج گروه های شبه نظامی اسلامگرا از افغانستان پاسخ مثبت نداده است. واشنگتن پست: حامیان مخدوم عالم تا
طالبان پشتون را متهم میکنند که نمیخواهند یک ازبک قدرتمند در صفهایشان باشد. آماج نیوز. 3 هفته پس از بازداشت مخدوم عالم و اعتراض حامیان او در شهر میمنه، واشنگتن پست در گزارش بنر نارضایتی قومی میان طالبان پشتون و ازبک و آتش زیر خاکستر دروازه شمال یعنی میمنه پرداخته است. در این گزارش از مخدوم عالم به عنوان یکی از مدرترین فرماندهان ازبک تبار نام برده شده که 20 سال در صفهای طالبان جنگیده، 5 سال در زندان بگرام زندانی امریکایی ها بوده و در تصرف 3 ولایت شمالی افغانستان به دست طالبان نقش برجسته داشته است. اما بازداشت 3 هفته‌ای قبل از او تنش‌های قومی میان طالبان را برجسته ساخته است، در حالی که حکومت طالبان در کابل او را با آدم‌ربایی متهم کرده، اما دوستانش این اتهام را رد می‌کنند. قاری حفیظ‌الله پهلوان والی طالبان برای فاریاب نیز به واشنگتن پست گفته که اتهام تبعیض قومی در میان طالبان به اساس است، اما افزوده که او هنوز نمی‌داند مخدوم عالم چرا بازداشت شده است و این چیزی است که به باور واشنگتن پست اتهام به حاشیه کشانیدن طالبان غیر پشتون را بیشتر ساخته است. روزنامه امریکایی در ادامه نگاشته است که مانند دولت‌های قبلی افغانستان، طالبان توسط پشتون‌ها رهبری می‌شوند. در کشوری که در آن اقلیت‌ها برای دهه‌ها با حاشیه رانده شدند و با کمتر نمایندگی می‌شوند و برای بسیار ازبک‌ها بازداشت مخدوم عالم حکایت از ادامه چنین سیاست‌هایی دارد. واشنگتن پست همچنین نگاشته که تظاهرات گسترده میمنه طالبان را غافلگیر کرد و بعد از آنها نیروهای کمکی تا دندان مسلح را از ولایت‌های همجوار به فاریاب آوردند تا اجاره باشد برای معترضان که دیگر نباید به جاده ها بیرون شوند. این عملکرد طالبان باعث شده که صدها معترض از ترس بازداشت از سوی طالبان یا از ولایت فاریاب فرار کنند و یا هم مخفیانه به سر ببرند. در پایان این مقاله نگاشته شده که اگر مخدوم عالم محکوم شود یا موقعیت او در میان طالبان کاهش یابد، بسیار از ساکنان خود را برای شعله‌ور شدن دوباره تنش‌های قومی آماده می‌کنند. عبدالله یک باشنده ازبک تبار فاریاب گفته: ما می‌دانیم که این روزها تمام قدرت در اختیار پشتون هاست. اگر همین راه را ادامه دهند، مردم حاضرند دوباره خود را فدای حقوقشان کنند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش.